سلام و عرض ادب خدمت بینندگان شبکه تی وی پلاس. برنامه سانسورچی در خدمت یکی از محبوب ترین چهره های تلویزیونی هستیم، یک شخصی که همه ما باهاش خاطرات جالبی داریم و در روزهای خاطر انگیز و هیجان انگیز و روزهای بسیار احساسی برای مردم یک نقش بسیار مهمی داشته. جناب آقای جواد خیابانی عزیزم، سلامت باشین. خیلی ممنونم، خوشحالم، تشکر میکنم از شما. سلامت باشید. خیلی ممنونم. بفرمایید. سلام میکنم خدمت بینندگان محترم شبکه تی وی پلاس. من خودم هستم، جواد خیابانی، در اختیار شما. سلام، خیلی خوش اومدین. سلامت باشید. خیلی ممنون. خوب خوش باشید. سلامتی شما. خیلی خوشحالیم که به هر حال در کنار شما هستیم. ما کلا چه خبر؟ اگه از نظر ورزشی بخوایم بگیم، تازه دربی تموم شده، دو مساوی شده، اوضاع آرومه. تیم ملی فوتبال رو بخواید، مربیش انتخاب شده، اوضاع آرومه. درست. شرایط کشورم که امیدواریم که بهتر بشه. بهتر بشه. خدمتتون عرض کنم دربی رو چطور دیدی؟ با دو تا چشم. عزیزم. کلاً نظرتون چی بود در مورد دربی؟ خوب بود، بازی خوبی در اومد و خوشبختانه میدونید به نظر من دیگه رفته رفته جوونا فوتبالیست ها رو عرض میکنن و تماشاچی ها دارن یاد میگیرن که باید به همه چیز احترام بذارن و به داور احترام بذارن، به تماشاچی احترام بذارن، تماشاچی به داور احترام بذاره، تماشاچی به بازیکن احترام بذاره، بازیکن به مربی، همه داره به نظر من داره شرایط بهتری حاکم میشه. هنوز ایدئال نیست. امیدوارم که من از نظر رفتاری، از نظر انضباط اجتماعی و اون نگاه جامعه شناختانه میگم که امیدوارم که شرایط، وگرنه حالا نظر تاکتیک و فن و فوتبال که خب همیشه دیگه دیدیم و احساسم کردیم که زیادم متفاوت نیست، و نظر رفتاری بعقیده من مردم ایران مستحق رفتار بهتری از طرف ورزشکاراشون، بازیکناشون و مربیانشون هستن تا با آرامش بیشتری بتونن یه مسابقه فوتبال رو نگاه بکنن. درست. خیلی برای من این جالب بوده، همیشه خودم به عنوان کسی که جز علاقه‌مندای به فوتبال هستم، شما همیشه تاکید داشتین چه در حین گزارش چه در واقع بعد از گزارشاتون تو تحلیلاتون بحث اخلاق گرایی رو. اینکه حالا شما معلم بودین؟ الانم هستم. الانم هستین. به به. یعنی هم درس میخونم هم درس میدم، هم معلمم هم معلمم. میشه بگین در واقع چون خیلی شاید ندونن در واقع خب من در کجا تدریس میکنیم و چه دانشگاه علمی کاربردی تدریس میکنم؟ بله. و دیگه دارم چه درس چه رشته ای؟ رشته فنی، نقشه کشی صنعتی، کاربرد علم در یه جورایی مثلا میشه گفت همون حساب فنی، رسم فنی یا درس فنی دوران هنرستان. درست. الان در رده های بالاتر مثلا تو دانشگاه بهش میگیم درس فنی، مثلا شده در کاربرد مواد مثلا در صنعت، یا همون رسم فنی شده نقشه کشی صنعتی. تو رشته‌تون هم همین بود؟ یکی از مدارکی که اون دوران اولی که در دهه 60 خوندم خب ریختگری بود دیگه. چند تا مدرک شما دارین؟ سال دیگه زیاد مهم نیست. نه چرا، به هر حال جالبه برای خیلی. دوست دارم اصلا درس خونه دوست دارم، الان که دارم پایان‌نامه میگذرونم احتمالاً اینا تموم بشه و بگذرونم اگر نمرش رو بگیرم، بعدش میخوام برم مثلا توی روانشناسی درس بخونم. به به، چه جالبه. چیزهای مختلف، جامعه شناسی، فیزیولوژی، ریختگری، چیزهای مختلفی رو دوست دارم که نه اصلا به خاطر مدرکش هم نیست واقعا، فقط دوست دارم که کلاس باشم و یاد بگیرم. اصلا واقعا مدرکش مهم نیست. درست. خب این بخش جناب آقای جواد خیابانی رو خب خیلی از مردم ندیدن، نمیدونم، و خیلی خوبه چرا در موردش شده. خب من برای مردم درس نمیخونم، برای خودم میخونم. آره، ولی خب به هر حال یه بخش عمده شما برای مردم هستین. همین که یک شغلی رو انتخاب کردین، تعمیمش میدیم به کل جامعه، به هر حال دوست دارن. به هر حال شما دوستداران بسیار زیاد داریم، ما هم که کلی خاطرات خوب داریم با گزارش‌های شما. یعنی اگه شرایط فیزیکی اجازه میداد، چون خب به هر حال شرایط فیزیکی اجازه نمیداد، حتما میرفتم تو کلاس‌های مربیگری هم شرکت میکردم. نه به عنوان اینکه مربی بشم، نه، فقط به خاطر اینکه آموزش ببینم و بتونم فن فوتبال و اصل فوتبال رو یه جور دیگه یاد بگیرم. شما یک گزارشگر مؤلف هستین با نوع گزارشاتون، و خیلی جالبه این دقیقاً شبیه به یک بازیکن فوتبال یا یک مربی که انگار یک روز موفق داره یا یک روزی که یه مقدار کم فروختر هست، این روندی که به هر حال بالا پایین میشه هر آدمی، حداقل این رو مردم در واقع رو شما نظر دارن. این که به هر حال یه وقتایی من یادمه که مردم میگفتن که
اگر این بازی ملی رو آقای خیابانی گزارش کنه برای ما خوشیومه. به هر حال ما به یه همچی چیزهایی هم اعتقاد داریم. این در واقع شاید شروعش از زمان بازی ایران استرالیا در واقع شروع میشه که شما با اون گزارش خیلی جذاب واقعا رویایی یک خاطره ای رو و یک تصویری رو تو ذهن مردم ساختیم که بعدش انگار شبیه به یک فیلم های وسترن که قهرمان میخواد بیاد نریشن گفته میشه، آنونس گفته میشه، تصویری که از قهرمان های اون بازی شما ساختیم با اون مدل گزارش و اون چیزهایی که اون لحظه به ذهنتون رسید خیلی برای من جالب بود. این به هر حال از یک جایی برمیگره. من حدسم اینه که شما با توجه به اینکه به هر حال مدرک تحصیلی هم به هر حال دارین، نوع تدریس خیلی اهل مطالعه هستین، این واژگان دایره لغات شما چی میشه که در اون سال اگه اشتباه نکنم 76 بود، 8 آذر 76 ما رفتیم، بله، که مثلا اگر ژورنالیست های خارج از در واقع کشور تو اروپا به آقای مورینیو میگن آقای خاص، شما به خداداد عزیزی میگین غزال تیزپا. خیلی اینا جذابه. به هر حال اینو دیگه انقدر در واقع عمومیت پیدا کرد، اینا از کجا میاد؟ میدونید بداهه‌گویی خودش خیلی اثر میتونه بذاره. البته این که من میرفتم سر کلاس تدریس میکردم، میرفتم مدرسه، خب تو کرج تدریس کردم، تهران تدریس کردم، تبریز تدریس کردم، بندر عباس تدریس کردم، معلم بودم، ناظر مدرسه بودم، معاون آموزشی مدرسه بودم، بعد توی دانشگاه تدریس کردم. اینا میتونست خیلی کمک بکنه به اینکه بتونم به قول شما با واژگان متفاوتی در هر گزارش رفتار خودم و یا اون چیزی که تو ذهن خودم هست و یه جورایی نماد بدم و بتونم همزادپنداری طرف مقابل خودم رو یا مخاطب خودم رو جذب بکنم. و این بداهه‌گویی خیلی کمک کرد. بداهه‌گویی هم از چی در میاد؟ بداهه‌گویی از این در میاد که همیشه تو دل جماعت باشی، توی جامعه باشی، بله. با جامعه زندگی بکنی. وقتی که با جامعه زندگی میکنی طبیعیه که حرف دل اونها رو میفهمی. با توجه به این که به هر حال مردم با نوع گزارش و روحیه شما تقریبا یه خیلی آشنا شدن، میدونن که آقای جواد خیابانی خیلی صادقه و اون چیزی که از ذهنش میگذره به زبون میاره و این از زلال بودن و سلامت شما. سلامت. این سوالو دارم که تا حالا شده که یه وقتایی از صداقتتون پشیمون بشین؟ نه. اگر یا ناراحت. اولا خیلی بشیم. ممنونم که میگید اینو. من حالا من اولش هم گفتم من خودم هم. قطعاً همین جواد خیابانی. من فکر می‌کنم شما خیلی اهل فیلم و اینا هم باشین، خیلی فیلم باز باشین. سه تا فه دارم تو زندگیم: فیلم، فوتبال، فلسفه. به به، چه جالب. با این سه تا زندگی میکنم. چقدر جالب. یک فوتبالیست اگه بخوایم بگیم که مردی برای تمام فصولات تاریخ فوتبال جهان بوده، کیو میگه؟ دیگو آرماندو مارادونا. پس شما قطعا توی تقابل مسی و مارادونا مارادونایی هستین. وصیت‌نامه من فیلم منه با مارادونا. یعنی چی؟ من رفتم دبی با مارادونا مصاحبه کردم. شما؟ تا حالا فیلمش هیچ جا پخش نشده. من این فیلمو ساختم. بحب. فیلم مستند زندگی دیگو مارادونا. چقدر جالب که برای اولین بار خودم باهاش گفتگو میکنم و این فیلم موقعی پخش میشه که من مرده باشم. دور از جونتون. عزیزم. اگه میخوای فیلمو ببینی زود دعا کن که من ببینم. نه آقا، دور از جون. ما دوست نداریم هیچ وقت مستندو ببینیم. و امیدوارم که زودتر این اتفاق بیفته. و نه آقا، چه اتفاقی میفته؟ چرا ما رو میخواین ناراحت کنید؟ مثلا یه جوری داشت. مثلا وصیت‌نامه تصویریه. میدونم. من اینجوری ساختم. امیدوارم خیلی زود هر وقت که صلاح بدونین. هیچ موقع پخش نمیشه. نمیشه؟ تا موقعی که زنده هم پخش نمیشه. خیلی کارو سخت میکنین. اون موقع ما هم نباشیم. بذار ما ببینیم لاحق. شما که سالای سال میمونه. زنده باشین، بزرگواری.